بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که خوب و سرحال و سلامت باشید. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم از دو بابت. از بابت اول اینکه خب به هر حال کلاس جدیده، بچه های جدید، و اون که خیلی مهمتره برام اینه که شماها بچه های کلاس دهم هستید و هم زمان بیشتری دارید برای کنکورتون، یعنی برای اینکه زیسته رو خوب یاد بگیرید، هم اینکه به اصطلاح الان اون چیزی که تو ذهنتون هست بکره و میشه به هر شکلی که بخواییم و درسته اون رو درش بیاریم. مطمئنم که همه تون جزو بچه های عالی هستید و عالی هم خواهید شد، چون با انگیزه که الان 2 سال به کنکور شما باقی مونده اومدید سر کلاس و میخواین شروع کنید، و ایشالله که بتونم به سلام موفق باشم تو کارم و مطالب زیادی رو با همدیگه بخونیم. فقط قبلش بچه ها یه چند تا مطلب بهتون میگم، خواهشن خوب گوش بدید برای اینکه قشنگتر ما زیست رو بفهمیم. من یه خواهشی ازتون دارم قبل از اینکه وارد خود درس بشیم. قطعا شما برای گرفتن نمره تو مدرسه نیومدید این کلاس، نیومدید فرزن تو این کلاس ثبت نام کنید که تو مدرسه مثلا نمره 20 بگیرید، یعنی هدف اصلیتون این نیست، درسته؟ هدف شما اینه که توی کنکور سراسریتون موفق باشید. اولا کنکور شما یه ذره تکلیفش هنوز مشخص نیست کامل، ممکنه که دروس اختصاصی توشون پررنگتر بشه، ممکنه که به اصطلاح ذرایب دروس یه ذره تغییر بکنه، اما به هر حال از زمان خوبی شروع کردید و با بچه هایی که امسال کنکوری هستند و دارن این زیست دهم رو میخونن، خب شما یه تفاوت هایی دارید. خب من یه خواهشی از شما دارم، اگه بخواین توی کنکور موفق بشید، حالا به هر شکلی که کنکور بخواد برگزار شه، بخواد نمرات مدرسه تأثیرش بیشتر شه، نمرات امتحان نهاییتون بیشتر شه، چیزی که شما برای شما مهمه، برای گروه سنی شما و در این مقطع اینه که فعلا اصلا از ذهنتون کنکور بیاد بیرون، یعنی با این دید سر کلاس حاضر شید که ما قرار زیست شناسی بخونیم، ما قرار زیست رو یاد بگیریم، قرار نیست حفظ کنیم، ما زمان داریم برای همه کار، برای اینکه دهم رو بخونیم، پشتبندش 11 رو قشنگ بخونیم، پشتبندش 12 رو بخونید. من به شما قول میدم که اگر این زیست دهم رو خوب یاد بگیرید، خیلی قشنگ امسال این رو یاد بگیرید، 4 ماه بعد، 5 ماه بعد، 6 ماه بعدش 11 هم قشنگ یاد خواهید گرفت، 12 هم همینطور، یعنی خیلی سریع تموم میکنید. سری تموم کردن منوط به اینه که اون زیر ساختمون درست باشه. پس خیلی مهمه الان برای من که بتونم زیست رو به شما بفهمونم، از جنبه حفظی اصلا خارجتون کنم، یاد بگیرید زیست رو. پس تمنام اینه، خواهشم اینه، برای اینکه این اتفاق بیفته فعلا تا زمانی که بهتون نگفتم اصلا سراغ کتاب تست نرید. یه ذره که رفتیم جلوتر، یه ذره که بهتون گفتم چه کارهایی بکنید، یواش یواش میریم تو بحث تست زدن. پس تمنام اینه که اول بیا زیست رو با هم یاد بگیریم و بفهمیم. من از بسم الله شروع میکنم به گفتن و بعد با همدیگه زیست رو میبریم جلوتر. خب میشه خواهش کنم به من یک صفحه سفید بدین؟
مرسی. هوش و حواستون اینجا باشه. بیایم روی این دوربین. بچه ها، ما توی دنیای زیستشناسی با یه سری از موجودات زنده سر و کار داریم که اصطلاحاً بهشون میگن جانداران. درسته؟ یک خواهش، کاغذ، قلم میخوایم برای هر جلسه. میخوام پا به پای من یادداشت کنید، پا به پای من سوال کنید، من میپرسم از شما جواب بدید. یک کلاس زنده پویا میخوام. خب قشنگ قبراق سوالایی که میپرسم دوست دارم همه جواب بدن. اوکی؟ ما در جاندار، ما توی زیست شناسی گفتیم با یه سری موجودات زنده، اصلا زیست شناسی یعنی همین دیگه، یعنی آنچه که در محیط اطرافمون هست، آن چیزی که اسمش بیولوژیه، آن چیزی که اسمش موجود زنده است، بریم داخلش ببینیم چه اتفاقاتی روش داره میفته. بله. خب یه سری موجودات داریم بهشون میگن جانداران. من اینجا بنویسم، حتما توی کتاب‌های متوسطه یکتون، کتاب کلاس نهم و هشتم و هفتم، در علومتون مبحث زیستشناسی رو خوندید، یادتون هست. ما جانداران رو توی زیستشناسی به پنج فرمان رو تقسیم بندی می‌کنیم. یعنی هرچی جاندار داریم جزو این موجوداتیه که الان داریم میگیم. یک گروه اگه یادتون باشه اسمشون بود باکتری ها. میشه اسم یکی از این دوستان رو بگید به سلیقه خودتون؟ سلمان. سلمان محمدی. آی سلمان محمدی، من همینجوری که سوال میکنم تو هم برای من تایپ کن، دوستان به من میگن که چه اطلاعاتی رو شما نوشتید. ما جاندارانی که تو زیست شناسی داریم میگم تو پنج اصطلاحاً فرمان رو یا پنج گروه تقسیم بندی میکنن. یکی از این گروه ها باکتری ها هستن. سلمان بقیه گروه ها رو الان برای من تایپ کن، یکی یکی بیان، به نوشته های من کاری نداشته باش. باکتری ها پس. دو، بعد از باکتری ها یه گروه دیگه، یک فرمان روی دیگه هست به اسم آغازیان. درسته؟ یک فرمان روی دیگری داریم، فکر کنم این یه ذره صفحش روشنتر از اون یکیه، سه قارچ ها. آغازیان، باکتری، آغازیان، قارچ ها. چهار، جانوران. و چی؟ و گیاهان. جانوران و گیاهان. پس هر موجود زنده‌ای که ما تو زیست شناسی میخونیم باید جزو این پنج فرمان رو، جزو یکی از این پنج فرمان روها باشد. باکتری، آغازی، قارچ، جانور و گیاهان. شما از اینها مثالهایی رو بلدید که حالا توی ادامه من میگم برای شما. اولین چیز دقت کنیم، ویروس، ویروس جزو موجودات زنده، جزو جانداران به حسابش نمیارن. میگن آقا بعضیا تعریف میکنن ویروس مرز بین حیات و غیر حیاته. برای سادگی ما بگیم آقا ویروس موجود زنده نیست، پس ویروس رو جزو جاندار، ویروس جاندار، خیلی راحت میگم، میگم جاندار نیست، ویروس جاندار نمی باشد، جاندار نیست. ویروس کرونا جزو هیچ کدوم از اینا نیست. اینو داشته باشیم، ما تو زیست شناسی این پنج فرمان رو داریم.
ما تو زیست شناسی دو نوع سلول هم داریم. یعنی چی؟ الان میاریمش اینا رو با همدیگه ربط میدیم ببینیم چی به چی هست. در زیست شناسی یاخته، خب یاخته یا سلول، نگاه کنید، یاخته که همون سلوله، میگن دو جوره، دو نوعه. یکی رو بهش میگن یاخته پروکاریوتی، خب پروکاریوت. یکی رو میگن یاخته یوکاریوت. الان میگم فرق اینا با هم چیه و اون جاندارانی که گفتیم با این پروکاریوت و یوکاریوت چه ارتباطی دارند و چگونه هستند. سلول های پروکاریوتی مثالش باکتری. باکتری، تمام باکتری ها پروکاریوتن و همه پروکاریوت ها چی هن؟ باکتری هن. پس تمام باکتری ها جزو پروکاریوت ها، تمام پروکاریوت ها هم اگه بخوایم مثال بزنیم باید باکتری ها رو مثال بزنیم. یعنی ما غیر از باکتری پروکاریوت دیگری نمیشناسیم، یا باکتری نیست که جزو یوکاریوت ها باشه. خب اصلا پروکاریوت با یوکاریوت چه فرقی داره؟ هر دوتاشون غشا دارن. یعنی چه سلولمون پروکاریوت باشه چه یوکاریوت باشه، یک در واقع مرزی داره هر دوتا، یک چهار دیواری است که اسمش سلوله. الان این یک غشایی دارد، اینم یک غشایی داره. این مرز، این غشا مرز بین محیط بیرون و محیط داخل سلوله. این غشا باید باشه، اگه این غشا نباشه که اصلا چیزی به اسم سلول معنا ندارد. خب اختلاف این دوتا سلول پروکاریوت و یوکاریوت زمانیه که من پامو بذارم برم تو سلول. وقتی من پامو میذارم میرم توی سلول یوکاریوت، میبینم اتاقک، اتاقکه. اتاقک ها رو اجازه بدید من به شکلهای هندسی مختلف نمایش بدم. اما وقتی پامو میذارم میرم تو سلول پروکاریوت، با یک سالن مثلا بدون اتاقک مواجه میشم، مثل یه سالن باز. پس انگار سلول های یوکاریوتی دارای اجزای قشادارن، البته یه سری از اجزاشون هم بدون قشاست و بگم اجزای چی؟ بدون قشا، درسته؟ اما سلول های پروکاریوتی صرفا اجزای چی دارن؟ بدون قشا دارن. یعنی این یک سالن درندشت، اما یکی نه، این اومده تخصصی کرده، گفته اینجا یه اتاقکی باشه برای این کار، این یه اتاقکی باشه برای این کار. یکی از کارهایی که شما الان میتونید بکنید اینه که مطالب کتاب درسیتون رو سعی کنید نقاشی کنید، برای خودتون ترسیم کنید، بفهمید چی دارید میخونید. خب خب پس سلول پروکاریوت یه سالونه مثل باکتری، یه سری اجزایی داره که قشا ندارن، این همون اجزایی بدون قشا رو داره، اما اختلافشون تو این اجزای قشا داره که حالا اسم میبرم این اجزای قشا دارو. مثلا یکی از این اتاقک ها اسمش هسته است، یکی از این اتاقک ها اسمش مثلا میتوکندریه. میخونیم با هم دیگه همه اینا رو میخونیم، این اجزای قشادار و بدون قشا رو میخونیم. پس فرق اینا رو اول بدونیم. خب حالا بر میگردم به بالا، به اینجا. برای پروکاریوت ها، برای پروکاریوت گفتم چی؟
گفتم باکتری ها نوع سلولشون به صورت پروکاریوتیه، یعنی سلول یه سالونه، پس باکتری پروکاریوته. اما بقیه جانداران، آغازیان، قارچ، جانوران و گیاهان همشون یوکاریوتن، یعنی داخل سلولشون که وارد میشی سلوله اتاقک اتاقکه. اینم همینطور یوکاریوته. بله، گیاه و جانورم همینطور. اینم یوکاریوته. بله، اینم یوکاریوته. بله، حالا یه چیزی خیلی جالب تر بهتون بگم. اصلا چرا به آغازیان میگن آغازی؟ به دلیل اینکه نخستین سلول‌های یوکاریوتی بودن، یعنی از لحاظ قدمت بخوایم حساب کنیم. من یه چیزی کوچولوی برای شما فقط بکشم، لازم نیست اینو شما بدونید. نگاه کنید، اگه این زمان حال باشه، این زبان حال باشه، 1.5 میلیارد سال پیش، 1.5 میلیارد سال پیش یوکاریوت ها بودن. یعنی چی؟ یعنی آغازیان اومدن، یعنی قدمت آغازیان به 1.5 میلیارد سال پیش میرسه. باکتری ها تقریبا 2 میلیارد سال قبل از اونا هم بودن. یعنی مثلا باکتری خب یه چیزی در حدود 3.5 میلیارد سال پیش قدمتش میرسه. من اینو نمیخوام عدد یاد بگیرید، میخوام فقط یه چیزایی تو ذهنتون بیاد. پس اولین آغازیانی که، اولین یوکاریوت هایی که اومدن توی کره خاکی، خلق شدن، ایجاد شدن، اومدن تو کره خاکی، چقدر قدمتشون چند سال پیشه؟ 1.5 میلیارد سال. به همین دلیل به اینا میگن آغازیان، یعنی نخستین یوکاریوت، آغازی. خب میگه اینا پس فقط باکتری، شکل سلولش اینه، مثل یه سالونه، بقیه وقتی میری تو سلولاشون اتاقک اتاقکن، اتاق اتاق میبینی. خب یه چیز دیگه هم بگم، برخی از جانداران، با یه رنگ دیگه نمایش بدم، برخی از جانداران، بچه ها، دوستان، به صورت تکسلولی هن، بعضی ها پرسلولی هن. یعنی گاهی یک سلول خودش میشه یه جاندار، گاهی یه جاندار مثل انسان، پیکرش، بدنش پر از سلول های مختلفه. پس جانداران یا به شکل تکسلولی هن، یا تکیاختهی همش میگن، یا پرسلولی هن. پس جاندار میتونه تکسلولی باشه، جاندار میتونه پرسلولی باشه. باکتری ها همشون تکسلولی هن. باکتری همگی تکسلولی. یعنی ما باکتری نداریم که پرسلولی باشه. آغازیان به دو تا شکل دیده میشن، آغازیان به دو شکل دیده میشه. بعضی از آغازیان تکسلولی هن، بعضی از آغازیان پرسلولی هن. خب برخی از آغازیان تکسلولی، بعضی ها پرسلولی هن. قارچ هم همینطور، برخی از قارچ ها به فرم تکسلولی دیده میشن، برخی از آغازیان، دوستان، به شکل پرسلولی دیده میشن.
الان براتون مثال میزنم برای اینکه قشنگ بفهمید. اما جانوران و گیاهان همشون بلا استثناء پرسلولی هستند. پس جانور و گیاه، جانوران همه پرسلولی، گیاهان هم همه پرسلولی. بله؟ پس ما جانور تک سلولی نداریم، ما جانور یا گیاه تک سلولی نداریم، همه پرسلولی هستند. خب میگه میشه یه مثال هایی از باکتری ها بگی برای ما؟ بله، من میرم بالاتر مثال هایی رو از اینا براتون میگم. این مثال ها رو نمیخوام الان حفظ کنید، خب میخوام این مثال ها رو فقط اسماشون رو یاد بگیرید به مرور. میخوام انقدر این اسما به گوشتون بخوره یاد بگیرید. چند تا مثال از باکتری بگیم، اصلا بهشون 30 ثانیه وقت بدم ببینم این بچه هایی که اومدن میتونن اسم مثلا 3 تا یا 4 تا باکتری بره من بگن، مثال هایی از باکتری ها، یه مثال هایی از باکتری ها میتونن بگن. 30 ثانیه وقت میدم، سریع بنویسید. مرسی. میشه بندازیم ببینم چی گفتن دوستان. بسیار عالی، بسیار عالی. بیایم اونجایی که سوال دارن. قشنگ گفتن، گفتن پروکاریوت، یوکاریوت. خیلی قشنگ جواب میدید. اینایی که جواب میدید یعنی این که اوکی دارید میان شرکت میکنید. من یکی یکی سوالاتتون رو نگاه کنم، هم آشناشم با اون طرز تفکرتون، هم جواباتون رو، هم اگر جایی اشکال داره بگم به شما. میشه لطف کنید یه ذره دیگه این بیاد پایین تر؟ نه نه نه، یعنی آها بیاد من از یه جایی که یکی از دوستان گفته بود جانور، آها از این، نه 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 بیاد بیاد بیاد، ببخشید یه ذره بیاد بیاد بیاد، آها همینجا. خانوم دینا منصوری، خب ببینید، گفته یوکاریوت دارای هسته مشخصه مثل گیاهان و پروکاریوت ها، هسته مشخصی ندارد مثل باکتری. قشنگ گفته، ایراد نداره، اما کاملترش اینه که هسته یکی از اون اجزای قشاداریه که باکتری ها ندارند. یعنی اینجوری فکر نکنیم که یوکاریوت ها و پروکاریوت ها تنها فرقشون تو هسته است، که قشنگ گفتید برای من. نرگس خانومم هم همینو گفته، گفته آها هسته مثلا فرقشونه. بله، هسته تو باکتری نیست، تو یوکاریوت هست، اما غیر از هسته اتاقک ها یا اتاق های دیگری هم داریم. و بعد بهنام قشنگ گفته هسته و پوشش هسته. بریم جلوتر، یعنی بریم پایینتر. دوستان تقریبا گفتن، آها مثال هاشون رو ببینیم از کجا زدن، از اینجا زدن. هانیه گفته آها مثل جلبک، درسته، از آغازیانه. الان میگم باکتری که قطعا نیست. بعد تکسلولی مثل آمیب، اوگلنا و پارامسی. آیناز گفته، مرسی آیناز، قشنگ مثال زده، آفرین. پرسلولی نمیدونم جواب آرمینا چی بوده. بهنام گفته فرق جاندار و جانور چیه، که فکر کنم، آفرین محمد حسین مردانی جواب داده، جانور زیر شاخه ای از جاندارانه. الان ما جزو جانورانیم، خب گیاه جزو گیاه، یک مثلا گل سرخ جزو گیاهه، هممون، هم ما با همون گل سرخه جزو جانداران محسوب میشیم. بریم پایین تر. اینجایی که مثال زدن، ببخشید، لیانا گفته پارامسی، پارامسی آغازیه. استافیلوکوکوس، مرسی، یه باکتریه. کاربر باسیل اسم یه باکتری رو آورده، باریکرا. بروسلا اسم باکتریه، قشنگ گفته.
محمد حسین عبداللهی گفته چی؟ استرپتوکوکوس نومونیا. آفرین، تو 12 اسمشون هست. خیلی قشنگ اینا رو آوردیم. مایکوباکتریوم، باکتری روده‌ای، یوباکتر، باکتری ها. اوکی اوکی، بسیار عالیه، مرسی. بریم روی همون. عالیه، مرسی مرسی. اوه عجب کلاس باحالیه، مرسی مرسی. بریم آها مثال هایی از باکتری ها رو بگیم. باریکلا به شما، خوشحالم خوشحالم که یک کلاس عالی خواهیم داشت. آها خیلی قشنگ گفتن، اما اجازه میدید که من از این مثال های باکتری اونایی رو نام ببرم که از دهم به بعد تو کتابتون هست و به درد کنکورتون میخوره. اگر نه خیلی قشنگ نام بردید، یعنی اینایی که نام بردید همه درست بود، اکثر بچه ها، و نشون میده که معلومات عمومیتون خیلی خوبه. من اونایی که توی کنکور میاد رو برای شما بگم. تو کتاب دهمتون از یه سری باکتری نام میبره به اسم سیانو باکتری. من نمیخوام خصوصیات اینا رو الان بگم، من میخوام فقط اسم اینا بخوره به گوشمون، سیانو باکتری ها. خب یا دیگه چی؟ غیر از سیانو باکتری ها، ریزوبیوم، اینم باکتریه. ریزوبیوم اینم یه نوع باکتریه. یه باکتری دیگری باز ما میخونیم به نام چی؟ به نام اشریشیا کلای. مخففش میکنن میگن ای کلای. من باز هم به شما پیشنهاد میدم حفظ نکنیم، یک 7-8-10 بار هی ببینیم اینا رو. باکتری دیگری ما میخونیم که یکی از دوستان اسمشو گفته بود، استرپتوکوکوس نومونیا. تو 12 میخونیم. این باکتری هایی که به شکل کروی‌ان بهشون میگن کوکوس. استرپتو رشته‌ای پشت سر همن. استرپتوکوکوس یعنی باکتری های کروی که پشت سر هم ردیف شدن رو میگن استرپتوکوکوس. خب باکتری های کروی رشته‌ای، استرپتوکوکوس نومونیا. و این مثال هایی از باکتری هایی که ما تا اینجا خوندیم. اگر نه شما قشنگ گفتید مایکوباکتریوم مثلا توبرکولوسیس عامل بیماری سله، یا یکی از بچه ها اومد گفت استافیلوکوکوس، ما یک استافیلوکوکوس اورئوس داریم عامل عرض به خدمت شما اسهال خونیه، عامل اسهال، بیماری اسهال، اسهال خونی آمیبه. به هر حال این مثال هایی از باکتری هاست که دوست دارم اینجا داشته باشیم. مثال هایی از آغازیان، یه صفحه بریم بالاتر، مرسی. اینجا بنویسم مثال هایی از آغازیان. برخی از دوستان نوشته بودن، قشنگ نوشته بودن، گفته بودن آها تکسلولی میخوای نام ببرم برات یا پرسلولی میخوام نام ببرم برات. گفتم تکسلولی نام ببر. قشنگ گفت، گفت آمیب یه آغازی تکسلولی است. غیر از این گفت پارامسی هم آغازی تکسلولی است. اینا اوناییه که ما تو کتاب هامون خوندیم و باهاش سر و کار داریم. قطعا درس ما آغازیان نیست، اما میخواییم بفهمیم چی گفته. غیر از این یکی دیگه بچه ها نام برده بود، تو 12 خونده بود، خیلی قشنگ گفته بود اوگلنا. فقط اسمشو بشنویم، اوگلنا از آغازیانه و جزو تکسلولی هاست. بعد آغازی پرسلولی، یکی از دوستانتون گفت جلبک مثلا سبز. جلبک سبز البته هم تکسلولی داره هم پرسلولی داره. من نوعی جلبک سبز رو اسم میبرم به نام چی؟ به نام اسپیروژیر. اسپیروژیر اینجا مینویسم چی؟ نوعی جلبک سبز، سبز پرسلولی دیگه، اسپیروژیر.
اگر ما آغازیان پرسلولی زیادی داریم که حالا ما نخوندیم، جلبک های قرمز، جلبک قهوه‌ای، اینا همه پرسلولی هستن. قارچ رو مثال بزنیم، میشه بریم بالاتر. مثال هایی از قارچ ها هم میشه مثال بزنی؟ بله، مثال هایی از قارچ ها. بازم میگن بچه ها تک سلولی نام ببرم یا پرسلولی، کدوم رو میخوای نام ببرم؟ تک سلولی یا پرسلولی؟ تک سلولی مخمر تو کتاب های هست، من اینایی رو نام میبرم که بعدن باهاش سر و کار دارین، درسته؟ فکر کنید روز اول کلاس مدرسه تونه با دوستاتون دارید آشنا میشید، اوکی؟ این مخمر قارچ تک سلولی است. مخمر، یه مخمری داریم به نام مخمر نان، خب تو صنعت نونوایی ازش استفاده میشه. البته ما مخمرهای دیگری داریم، مثلا برخی از مخمرها اصلا تو دهانن، مخمرها قارچ تک سلولیه، تو دهان یافت میشه. بنویسم مخمرهایی که در دهان یافت میشوند، که لازم نیست حالا ما بدونیم. پرسلولی، قارچ پرسلولی دیدیم؟ بله آقا، بقالی خریدیم. قارچ چتری بهش میگن، من میگم اسمش رو بذاریم قارچ چتری خوراکی، باریکلا اینا قارچ های پرسلولی هست. گیاهان و جانوران هم که آقا اوه الا ماشالله ما میخونیم پرسلولی هست. ساده ترین جانور اسفنجه، که حالا بعدا رده بندیشو خوندید، مهره دار داریم، بی مهره داریم و و و و اینا که مثال هایی که خوندیم. خب حالا کتاب میاد میگه اینا جاندارانن، ویژگی های جانداران چیست که میگی این جانداره، این بدون جانه؟ خب چه ویژگی داره؟ بریم رو کتاب دبیرستانمون، بریم پایین. گفتار یکشو من آخر از همه میگم چون میاد میگه زیستشناسی چیه، من میخوام اول درس ها رو که بخونیم بعد بگیم آه اینایی که خوندیم یادت به این ربط داشت، یادت این به این ربط داشت، اون میشه زیستشناسی. میشه از گفتار دو شروع کنیم، یعنی یه ذره بیاد پایین تر این گفتار یک، اینا رو بعدن با هم دیگه میخونیم ولش کنیم، بریم 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 از اینجا. مرسی. از گفتار دو بخونیم. گستره حیات، فقط خواهش میکنم هوش و حواس اینجا باشه. میخوام خط کتابتون رو بلد باشید. سوالی که به ما میدن چه در مدرسه، چه در امتحان نهایی، چه در کنکور سراسریتون از این کتابه. پس سعی کنیم ادبیات کتاب خط به خط کتاب جملاتش و مفهومش رو درک کنیم، که هر جوری آزمون گرفتن به هر شیوهی ممکنه برای شما بگن آقا تشریحی میگیریم نمرش تأثیر داره، بیان بگن آقا تستی میگیریم، از پس آزمونش بر بیاییم. میگه که زیستشناسی چیست؟ میگه براتون تعریف کردم که زیستشناسی علم بررسی حیاته. یه ذره این میشه بزرگتر شه بیاد بالاتر، یه ذره بیاد این ورتر. علم بررسی حیات است. خب میگه این علم بررسی حیات، میتونی حیات رو تعریف کنی؟ حیات چیست؟ میگه آقا تا حالا نتونستیم یه تعریفی از حیات ارائه بدیم. اینا ها نگاه کن، میگه تعریف حیات بسیار دشوار است و شاید حتی غیر ممکن، هیچکی نتونسته هر اون تعریفی از حیات بگه. میگه پس بابا تو که میگی علم حیاته، پس حیات چیه؟ میگه نمیتونی تعریف کنم. میگه پس من بیا یه کاری کنم برات، ویژگی های حیات رو بهت بگم، خصوصیات حیات رو بهت بگم، بعد بگم علمیه که این خصوصیات رو بررسی میکنه. میگه به جای تعریف حیات
ویژگی های آن و یا ویژگی های جانداران. اینجا جانداران به چی دلالت میکنه؟ به اون پنجتا، به یک و دو و سه و چهار و پنج، به اون پنجتا: باکتری آغازی، جانور، گیاه و قارچ. بله، میگه این جانداران، خوب دقت کنید، همشون سلول دارن و به مجموعشون که حالا جلوتر میریم میشه زیستکره میگوین. پس بنابراین گستره حیات، یعنی از کجا حیات شروع میشه تا کجا ادامه داره، از حیات از یه سلول شروع میشه، خب تا کجا هست؟ کل کره زمین. خب حیات از یاخته شروع میشه و به زیست کره، یعنی آ کره زمین ختم میشه. خب میگه خیلی خوب، بیا از جانداران، از اینایی که نام بردی، باکتری نام بردی، آغازی نام بردی، ویژگی هاشونو میتونی بگی. آره، نگاه کن. یک، میگه نظم و ترتیب، یک ویژگیشون. یکی از ویژگی های جالب حیات سطح سازمانیابی آن است، که بعداً براتون میگم یعنی چی، معنیشو همین الان تو این شکل میگم. میخوام این تیکه رو دقت کنید، این تیکه، اینجا همه جانداران سطحی از سازمانیابی دارند و منظمن. میشه یک صفحه سفید همون صفحه رو به ما بدید؟ مرسی. دوستان دقت کنن، نگاه کن، بچه ها گوش بدید، هوش و حواس اینجا، هوش و حواس اینجا. آقا این سلول، این سلول گاهی خود این سلول، خود این سلوله خودش به تنهایی میشه چی؟ جاندار. به تنهایی میشه جاندار، که ما اصطلاحاً بهش چی میگیم؟ میگیم تک سلولی. پس یکی از سطوح سازمانیابی حیات همینه. این برخی از جانداران خودشون تک سلولی حیات دارن، یه جانداره. گاهی این سلول ها با هم میان کنار هم قرار میگیرن، درسته؟ کنار هم قرار میگیرن، از یه سلول میتونی بری توی یه سلول دیگه. من بیام اینجا یه راه باز کنم، فکر کنید اینجا یه راه داره، یعنی از اینجا، از این سلوله میتونم برم تو این یکی سلول، از این سلول میتونم بیام تو این سلول، بیام تو این سلول، بیام تو این سلول، از این سلوله برگردم تو این سلول. ارتباط داره، سیتوپلاسم سلول ها ارتباط داره. اینا اصطلاحاً بهش میگن بافت. سلول ها دور هم جمع شدن، تشکیل بافت دادن. بافت میدونید چیه؟ خوب به حرف من گوش بدید بفهمید، به حرف من گوش بدید، نگاه کنید. میخوام اینا رو قشنگ درک کنید، حفظ نکنیم الان، قشنگ درک کنیم. آقا بافت، من اگه بخوام تعریف کنم بافت، میگم مجموعه ای از چیه؟ از یاخته هاست. همین مجموعه یاخته ها رو میگم بافت. نه، میگم که، شرط میذارم براش، که بین آنها ارتباط سیتو پلاسمی وجود دارد. ارتباط سیتو پلاسمی یعنی همین، این
یعنی این سلوله خب دو تا سلول کشیدم، سلول یک سلول دو، از این بره اینجا، از این بره اینجا، یه ماده ای به اسم X بره اینجا، X1 بره اینجا، یه ماده ای به اسم X2 بیاد، مثلا ارتباط داشته باشد. همین اگه مجموعی از سلولا کنار هم جمع شن، ارتباط سیتوپلاسم می باشه، توی یه سلول برم از 10 تا سلول اونورتر بیام بیرون بگم بافت، نه. دو که شرط دوم، اینا شرط داره میذاریم، شرط دوم چیه؟ بین آنها تقسیم کار صورت گرفته. اول بگم یه شرطی بگم، بعد اینو بگم، بگم کم و بیش خب شبیه همند، یاخته هایی که کنار هم جمع شدن بینشون ارتباط سیتوپلاسمی داریم، کم و بیش شبیه همند، نه لزوماً عین هم باشند. میگم یک هدف مشخصی دارن، یه ذره بریم بالاتر، کم و بیش شبیه همن، نه خیلی رفتیم، یه ذره دیگه، آها، سه هدف و برنامه مشخصی دارند، هدف و برنامه مشخصی دارند. من اینا رو همه رو میخوام تعریف کنم براتون، خب بعد اون خطه رو بفهمید چی داره میگه. از همه مهمتر، چهارمی میخوام خیلی به این حرف من گوش بدید. بچه ها، بین آنها تقسیم کار صورت گرفته. بین آنها یعنی چی؟ بین یاخته های آنها تقسیم کار صورت گرفته است. یعنی چی؟ حالا نگاه کن، میشه یه لطفی کنید همین شکل کتابو بیارید برای من؟ بریم پایین، صبر کن، آره بریم خیلی بریم. آها، بریم پایین. این شکل، این نریم، بیاد یه سر پایین. آها، این نه این یه ذره دیگه، این شکل. آها، اینو برای من بیارید، مرسی. یه ذره بیاد بالاتر، یه شکلی اون پایین هست، اونو میخوام. آها، آفرین. این یه ذره همینجا، آره همین شکل برای ما بزرگ کنید، عالیه. من میخوام اون کلمه باف رو اینجا بهتون نشون بدم. اینا نگاه کنید، این الان یه بافته، یه بافته که بعداً معرفی میکنم به شما، بافت پوششی معده است، سطح معده رو پوشونده، بافت پوششی معده است، خب سطح معده رو پوشونده. من جاش کجاست چجوریه بد میگم، فقط نگاه کنید، اینا سلولاشن، یه عالمه سلول دور هم جمع شدن، اوکی؟ کم و بیش به هم شبیهن، مثلا اینا به هم شبیهن. بعضی از سلولا هست که شکلشون با این بغلیشون فرق داره، حالا ارتباط سیتوپلاسمیشو اینجا نکشیده اما ارتباط سیتوپلاسمی دارن، همشون کار اندامی رو تشکیل دادن به اسم معده که داره یه هدف و یه برنامه‌ای داره که تو گوارش شرکت میکنن. الان هدف همه اینا اینه که یه محیطی رو فراهم کنن برای گوارش مواد غذایی. اما من میخوام تقسیم کار رو برای شما بگم. ببین
این سلولا، اینایی که شما اینجوری میبینید الان انقدر گندن، به اینا گفتن آقا تو اسید ترشح کن. در معده یکی از اسیدهایی که ترشح میشه اسید هایسیله، کلوریدریک اسیده. به اینا گفتن آقا تو هایسیل ترشح کن. به اینا گفتن نه آقا تو آنزیم ترشح کن. این یعنی تقسیم کار، یعنی تخصصی شدن. پس یه سری جاندار ما داریم که دارای بافتن، قطعا اینا موجودات پیشرفته این، اینا تقسیم کار شده. مثل همینجا یکی داره فیزیک درس میده، یکی ریاضی درس میده، یکی داره زیست درس میده. این یعنی تقسیم کار. خب پس بافت معنیش یعنی این. برگردیم به اون صفحه سفیده. من گفتم چی؟ برگردم به صحبتم، گفتم جانداران یا جانداران، یا نگاه کنید، یا خودشون به تنهایی میشن سلول، یعنی به تنهایی میشن یه جاندار، یه سلول یه جانداره. حالا این میتونه باکتری باشه، میتونه آغازی باشه، میتونه قارچ باشه، درسته؟ اما برخی از جانداران تشکیل بافت میدن، میگن آقا ما نمیخوایم تنها باشیم، ما میخوایم سلولا با هم جمع شن، ما اینجوری محیط رو بهتر تحمل میکنیم، تغییرات محیطی رو. تشکیل بافت، اینو میگن سطوح سازمانیابی حیات. حالا توی اون فعالیت نه، تو کتابمون که داشت ویژگی ها رو میگفت، میشه ببخشید بیاریم اون صفحه اول رو سب کن. آها این بود، مرسی. اوکی آها آره اگه لطف فرمایید، مرسی. یه سرم بیاد این ورتر، ممنون. نگاه کن، دو تا جمله گفته بهت، میگه همه جانداران چی دارن؟ سطحی از سازمانیابی حیات دارن. حالا یا به شکل سلول خودش یه سطح، یا تشکیل بافت و اندام داده، درسته؟ دستگاه داده، که حالا راجع به دستگاه و بافتم میگم که چیه. این یه جمله. یه جمله دیگر رو نگاه کنید، میگه همه جانداران منظمند. صفحه سفیده رو به ما میدید؟ آها بیاد بیاد پایین پایین. حواس اینجا، حواس اینجا. میگه تمام جانداران منظمند. اینو معنی کنید برای من. همه جانداران منظمند یعنی چی؟ جاندار منظمه. چه کسی رو میگی منظم؟ کسی که برنامه داره، کسی که کارهاش رو داره روی یک برنامه مشخصی انجام میده. میگید فلانی خیلی منظمه، میگم یعنی چی؟ میگی رأس ساعت مثلا 6 صبح خواب پا میشه، 7 مدرسه است، ریاضیشو به موقع میخونه، زیستشو به موقع میخونه، اصلا همه کاراش نظم داره. منظم یعنی چی؟ یعنی برنامه دارند، یعنی جانداران تمام کارهای خود را با برنامه انجام میدهند. یعنی چی آقا؟ یعنی میشینن برنامه مینویسن؟ نه، نگاه کن، یعنی سلول، یعنی سلول، این سلول هر کاری که توش میخواد انجام بده با برنامه است. کار سلول چیه؟ مثلا پروتئین، مثلا این سلوله میخواد یه پروتئین بسازد، سنتز پروتئین، میخواد یه پروتئینی توی سلول ساخته شه. این با برنامه است، الکی نمیسازه، دیمی نمیسازه. این سنتز پروتئین حتی
تو سلول برنامه هست که میگن الان بساز، چقدر بساز. خب الان نمیخواد، بس دیگه نمیخواد بسازی. سرعت سنتز پروتئین چقدر باشه، چقدر تو واحد زمان پروتئین، الان زیاد میخوام بساز. مثلا نگاه کنید، ما وقتی غذا میخوریم قند خونمون میره بالا، سلول های پانکراس یا همون سلول های لوزالمعده شروع میکنن به ساخت انسولین. اون موقع خیلی باید انسولین ساخته شه، اما وقتی گشنمون نیست، مثلا غذایی نخوردیم، خوابیدیم، الان نیازی نیست انسولین ساخته شه. پس سلول برنامه داره برای ساخت پروتئینش. بله، سلول میتونه لیپید بسازه، بله، برای سنتز لیپید برنامه داره. برای ترشح ماده، یه ماده‌ای برای ترشح ماده آ، سلول باید برنامه داشته باشه. میدونید این برنامه شو کی تعیین میکنه؟ اگه گفتید برای من بنویسید، اوکی. اگه تونستید به من بگید سلول ریبوزوم، نه، چه مولکولی برنامه سلول رو میگه؟ میگه آقا تو الان باید این ساعت پروتئین بسازی، الان این ساعت نمیخوام بسازی. آفرین، کی گفت دی ان ای؟ همه میگن. آفرین به همگی این دوستانی که اسماشون رو خوندن، زهرا دیگه، آیناز، میلاد، علی، مرسی به همه تون. آفرین. میگه یه مولکولی به نام دی ان ای، به نام دی ان ای. یه چیز جالب بهتون بگم، خیلی قشنگه این، حتی سلول بخواد بمیره هم برنامه داره. نگاه کن، یه ذره این بیاد بالاتر، خیلی قشنگه این. بچه ها، سلول، مرگ سلول، مرگ سلول دو جوره. یه مرگ سلول اتفاقیه، نگاه کن، یه مرگ سلول اتفاقیست. یعنی چی؟ آها، من دارم میرم، دستم میخوره به میز، یه سری سلولا در اثر ضربه‌ای که خورده میمیرن. من میرم حمام، میرم دستمو بشورم، آب جوش حواسم نیست، آب جوش باز میکنم، دستمو میگیرم، یه سری سلولا در اثر این حرارت میمیره. درسته؟ پس گاهی مرگ سلول اتفاقیه. این هیچی، این که اتفاقیست هیچی. اما میدونستید بیشتر مرگ های سلولی با برنامه است؟ بهش میگن مرگ برنامه ریزی شده. بهش میگن چی؟ مرگ برنامه ریزی شده. میگن آقا الان سلول برنامه داره، میگه آقا عمر تمومه، باید از بین بری. میدونید اگه از بین نره چی میشه؟ اگه اون برنامه رو اجرا نکنه چی میشود؟ اگه گفتید، اگر اون برنامه بهش گفتن آقا تو تا این ساعت باید زنده باشی، دی ان ای گفته، اون مولکولی که بعدن ما راجبش خیلی میخونیم، خب اون مولکوله میگه آقا زمان مرگ دینه. خب حتی مردنش هم برنامه داره، اگه نمیره چی میشه؟ مرسی، کی گفت؟ مرسی اهورا، آیناز، اهورا، باریکلا، میگن میشه سرطان. درسته؟ میشه سرطان. میگه من بهت گفتم باید سلول بمیری، نمیری بد میشه، اصلا کنف و یکون میشه همه چی. پس همه اینا یعنی نظم سلول. پس بریم رو کتاب درسی. پس این که دو تا جمله، یکی این که یا خودشون سلولن جاندار، یه سلول، اینو میگن سطحی از سازمان یابی دارند، یا بافت دارند، یا خودش سلوله. و بعد یه چیزی میگه، میگه منظمند. اینجا منظمند یعنی برنامه داشتن، یعنی یه دی ان ای دارند که این دی ان ای این برنامه هر رو بهش داده. اگه گفتید برای داشتن نظم
چی ضروری است؟ برای اینکه نظم داشته باشید چی ضروری است؟ برای داشتن نظم چی لازمه؟ آرامش. نه نظم، نظم من برای برنامه. انرژی، انرژی، انرژی باشه نظم داریم. پس برای داشتن نظم انرژی لازم است. برای اینکه نگاه کن، صبح که بلند میشیم خب انرژی داریم، خیلی منظمیم، خب به هر حال کارامونو میتونیم انجام بدیم، کتابمونو جمع میکنیم، درس میخونیم، میرسیم به شب، آره انرژیه که تحلیل میره ولو یه جا میفتیم. چون اصلا یه چیزی بهتون بگم، همه سیستم زنده میره به سمت حد اکثر بی‌نظمی و انرژی کم. تا زمانی که نظم داره منظمه، یعنی انرژی داره منظمه، انرژیش که تحلیل میره بی‌نظم بی‌نظم میشه. موقعی که شما مثلا دارید میرید مهمونی، انرژی دارید، خب همچین شیک و پیک لباس میپوشید، به محض اینکه یه گوشه ای از لباستون مثلا میاد بیرون، تمیزش لباستون رو منظم میکنید. آخر شب که دارید میایین خسته اید، حوصله اینکه بند کفشتون هم ببندید ندارید. این یعنی انرژی حداقل شده، درسته؟ پس منظم یعنی انرژی میخواد. نگاه کن یه سر این کوچیک شه، میدونی این به چی ربطش میدم؟ به این میدونی به چی ربطش میدم؟ چرا این رفت؟ آها نه، یه ذریع بیاد بالاتر، به این، به این، به این، نره نره نره، نگاه کن. فرایند جذب و استفاده از انرژی، بیاد یه ذریع پایین تر، اینو اینو میخوام ربطش بدم به این منظم بودنه. چون میخواد منظم باشه نیاز به انرژی هم دارد. خب برای اینکه منظم باشه نیاز به انرژی داره. پس این یکی از ویژگی های جاندارانه. عملا دو تا رو گفت، یکی سطوح سازمانیابی داره، یکی هم منظمه. همشون، همه جانداران اینو دارن. ما داریم راجع به اون پنج فرمانرو جاندار حرف میزنیم. بله، ویژگی دوم داره یه اصطلاحی رو تعریف میکنه به اسم هم ایستایی یا هوموستازی. بله، میشه بندازیم ببینیم چی بود و شروع کنیم هم ایستایی یا هوموستازی رو بگیم. باکتری ها، آها اینا مال خیلی وقته. مرسی مرسی، خیلی قشنگ جواب دادید، مرسی، آفرین آفرین. من فقط یه توضیحی بدم، انرژی، آفرین. آها هدیه یه سوالی کرده جواب بدم، گفتن استاد شما جزوه نمیدید. چرا؟ اما جزوه من میخوام عقبتر از تدریسم باشه، برای اینکه میخوام شما سر کلاس گوش بدید، شما سر کلاس قشنگ اینا رو یاد بگیرید. چون وقتی جزوه داشته باشید، معمولا بچه هم میگم ما جزوهشو که داریم که سر کلاس نریم دیگه، جزوه رو میخونید. من نمیخوام این اتفاق بیفته، اتفاقا دوست دارم بیاین شما، دوست دارم اینجوری بنویسید برای من، خب برای اینکه بعدن میفهمیم که چه اثری خواهد داشت. بنابراین جزوه‌ای که به شما خواهند داد از تدریس من عقبتره. همه اینایی که الان دارم میگم حالا به شکل یه ذره کلاس بندی شده تر بهتون میدن، اما شماها الان بنویسید. اینم نشه که الان خیالتون راحت آقا ما جزوه داریم دیگه پس ولش کن، نه، قشنگ بنویسید. چون جزوه با اون چیزی که الان اینجا هست یه ذره فرق خواهد داشت، یعنی مدلش سوالی، پرسشی، تستی. بنابراین خواهشن یه کوچولو اینا با هم دیگه تفاوت کنه. مرسی از شما. بعد درباره جزوه براتون توضیح دادم،
اوکی، کتاب کمک درسی هم بهتون میگم. فقط ازتون یه خواهشی کردم، گفتم یه ماه، یه مدتی، زمانم نگفتم، یه مدتی اصلا از فکر کنکور بیایم بیرون. میخوایم یاد بگیریم، بعدن خواهید دید وضعیت چجوری خواهد بود. مرسی، آفرین. بریم ببینم به چه صورته. آزمون و تکلیفم به شما میگم، همه رو امروز میگیم، ایشالله خورد خورد همه رو میگم که چی کار کنیم. فعلا به یه بسم اللهی. خب آها، یک کلمه ای داریم به اسم هموستازی یا هم ایستایی. بگیم یعنی چی هموستازی. اون صفحه سفیده رو به ما میدید؟ متشکرم. یه ذره بیاد بالا. اینجا رو نگاه کن. آها، نگاه کنید اینجا رو. فکر کنید خون رو من کشیدم. خون، خون، این الان سلوله، این سلوله، این سلوله، این سلوله، این سلول ها در یک محیطی این شکلی خب شناورند. این سلول ها در یک محیطی، ببخشید، خب ببخشید این افتاد زمین. سلول ها در یک محیطی شناورند. اگه این خون باشه، اگه این خون باشه، به اینا میگن سلول های خونی. آره، به اینا میگن چی؟ به این محیط میگن پلاسما یا خوناب. یعنی الان سلول های خونی تو یک مایه شناورند که اصطلاحا بهش میگیم پلاسما یا خوناب. اوکی، میگه این محیط، این محیط باید محیطی باشه امن برای این یاخته ها. یعنی اگر بیرون هوا گرم یا سرد بشه، این محیط، این پلاسمای خون یا خوناب، این پلاسما باید دماش ثابت باشه. یعنی تحت تأثیر عوامل بیرونی این دما تغییر نکنه. اوکی؟ این محیط اگر فرد نشست یک کیلو شیرینی خورد، دو کیلو شیرینی خورد، این محیط قندش ثابت باشه. اگر محیط نشست گوشت قرمز خورد، مواد پروتئینی خورد، گوشت قرمز محیط بدن رو اسیدی میکنه. خب اگر این تو دستگاه گوارش داره یه سری موادی میره که محیط رو میخوان اسیدی کنن، این محیط طوری باشه که پهاشش ثابت باشه. خوب گوش بدید، درک کنید. پس عملا این محیط داره این سلول ها رو بهشون اطمینان میده که آها بیرون هر تغییری کرد تو جات امنه، من یه کارایی دارم میکنم که تو آرامش به ادامه زندگی تو بدی، به حیاتت ادامه بدی. حالا من مثال خون رو زدم، میتونم تو تمام بافت های بدن این رو بگم. یعنی بگم، میشه این یه ذره بره بالاتر، این یه جوری اومده من نمیتونم خودم ببرم بالاتر. همه بافت ها، همه بافت ها، سلول های بدن در یک محیطی شناورند. در یک محیطی این سلول ها شناورند. به این میدونی چی میگن؟ میگن مایع بین یاخته ای، مایع بین سلولی. این هم همون ویژگی ها رو داره. پلاسما مثالی از مایه بین سلولیه، بهش میگن محیط درونی. محیط درونی هم بهش میگن. این مایه بین سلولی رو میگن محیط درونی یا محیط داخلی هم میگن. خب میگه کل مکانیسم هایی که به کل مکانیسم هایی که باعث میشه
این محیط پیهاشش، قندش، نمکش، دماش ثابت باشه میگن هموستازی یا همایستایی. پس به کل سازوکارهایی که در بدن یک موجود زنده رخ میده تا سلولها در آرامش باشن، تا سلول در یک محیط ثابتی از لحاظ قند، از لحاظ نمک، از لحاظ پیهاش و و و و و شناور باشه، اسمش محیط درونی یا داخلیه. میدونستید؟ میگن طرف متخصص داخلیه، یعنی تخصصش در ارتباط با این مایه بین یاخته‌ایه. میدونستید اگر این محیط به هم بخوره باعث بیماری میشود؟ میشه کتاب درسیمونو بدید؟ مرسی. آها، میگن نه دیگه، ببین اینا برای الان میگم دیگه. چی؟ خون مجموع سلول خونی به اضافه پلاسماست. جلوتر میگیم پلاسمای خون مایه بین سلولیه. الان شکل کشیدم برای شما. خون مجموعه پلاسما به اضافه سلول خونیه. اوکی؟ ملیکا برای مایه ها؟ نه نه، آره الان بهتون میگم، فهمیدم چی میگی ملیکا، الان میگم. صبر کنید اینو بخونم، بعد دو تا سوال شمایی که پرسیده بگم. نگاه کنید چی میگه. میگه محیط جانداران همواره در تغییر است. راست میگه دیگه، دما زیاد میشه، گرم میشه، سرد میشه، چه میدونم غلظت نمکمون فرق میکنه. اما جاندار میتواند وضع درونی پیکر خود را در محدوده ثابتی نگه دارد. مثلا وقتی سدیم خون افزایش مییابد، دفع آن از طریق ادرار زیاد میشود. آقا سدیم خون میگه زیاد، نمک زیاد میشه، فست فود زیاد میخوری، نمک خون میره بالا، یه اتفاقی میفته که بدن چیکار میکنه؟ سدیم بیشتری دفع میکنه. پس این مثال این میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه پس اندامی به نام، بچه ها، اندامی به نام کلیه، اندامی به نام کلیه در هموستازی نقش دارد. البته فقط کلیه نیست ها، مثالی دارم میگم، از این دارم میفهمم. بعدن شما میخونید تمام اعصاب بدن، تمام غدد درون ریز بدن، اندام هایی که هورمون ترشح میکنن، همه و همه در هموستازی شرکت میکنن، همه و همه تو هموستازی شرکت میکنن. حالا ببین چی میگه. مجموعه اعمالی را که برای پایدار نگه داشتن وضعیت درونی جاندار، یعنی اون مایه بین یاخته‌ای، اسمشو بگیم ماده بین یاخته‌ای. خوبه، حالا اونو قشنگتر میگم بهتون، بهش میگن همیستازی یا همایستایی یا هموستازی. یکی از بچه ها یه جمله‌ای گفت، میخوام راجع به اون توضیح بدم. میشه اون خط سفید رو بگیم؟ آها، بره بالاتر. یکی از دوستان پرسید آها بهتر نیست بافت و اینجوری بگیم؟ بگیم آقا بافت شامل چیه؟ یاخته، سلول، شامل سلوله. و اینجا رو این محیط رو اسمشو بذارم ماده زمینه ای، ماده زمینه ای. و بهتر نیست بگم این ماده زمینه ای ممکنه مایه باشه، ممکنه این ماده زمینه ایه. صبر کنید،
نمیده. اوکی، این ماده زمینه‌ای ممکنه مایع باشه، ممکنه جامد باشه، ممکنه نیمه جامد باشه. خب جامد مثل استخوان، سلول های استخوانی اون ماده زمینه ایشون جامده. خب نیمه جامد مثل قزروف، براتون میگم. خب نیمه جامد مثل قزروف، چون بیشتر بافت های بدن مایع است، به همین دلیل من خواستم هموستازی رو تعریف کنم، سلول ها رو تو چی کشیدم؟ تو یک محیط مایع کشیدم، شناور کشیدم. اگر نه تو هر کدوم از این محیط ها باشه، تو هر کدوم از اینا باشه، هموستازی رو در موردش داریم، چه مایع باشه، چه اون ماده زمینه یه جامد باشه، چه نیمه جامد، اون هموستازی رو حتما داریم. کتاب درسیمون رو میندازید. این خط مهمه، این خط مهمه. چرا میگم مهمه؟ برای اینکه تو کتاب‌های گذشته خیلی قدیمی‌تر با شما یه تغییراتی داشته. اینجا این خط، کدوم خط؟ این اینی که الان من میخوام پر رنگ کنم، این همیستایی از ویژگی‌های اساسی همه جانداران، یعنی چه تکسلولی چه پرسلولی. خب چه تکسلولی چه پرسلولی. من اینجا یه توضیحی بدم. در کتاب‌های گذشته این همیستازی یا هموستازی رو برای پرسلولی ها تعریف میکردن، میگفتن این محیط شناور خب باید پرسلولی باشه دیگه. کتاب های فعلی میگن اوکی اون درسته که پرسلولی ها دارن، اما ظاهرن تکسلولی ها هم یک مکانیسم هایی دارن که ما فعلا نمیخوایم اون مکانیسم ها رو بگیم، باعث میشه که محیط داخلیشون یعنی داخل سلولشون تا جایی که امکان داره غلظت نمکش، غلظت قندش، دماش تا یه حدودی بتونن ثابت نگه دارن. اما قطعا همیستایی یا هموستازی در جانداران پرسلولی نقشش خیلی پررنگه نسبت به تکسلولی ها. اوکی؟ پس این ویژگی دوم. اما ویژگی سوم همه جانداران، ما داریم چی رو میخونیم؟ داریم ویژگی های جانداران رو میخونیم. ویژگی سوم رشد و نمو. آقا بریم یک صفحه سفید. بله. مرسی. آها انگورا پرسیده دفع گلوکوز همیشه نشانه بیماریه یا میتونه همیستایی باشه؟ خب اجازه میدید بچه ها، ببخشید، اجازه میدید یه ذره بریم جلو، بعد من یک توی درس دادنم توقف میکنم، جواب سوالای شما رو میدم. خب پس الان فعلا گوش بدید، چون سوالاتتون بعضیاش ربطی به این نداره، سوالای خوبیه ها، ربطی به درسمون نداره، بعد ذهن تو بچه ها رو میبره این ور اون ور. پس من درس رو میدم به یه جایی میرسونم، وامیستم سوالای شما رو جواب میدم. سه، میگه ویژگی جانداران چیست؟ همشون رشد دارند و نمو دارند. آقا رشد تو دو معنی بگیرید، رشد رو دو معنی بگیرید. یکی رشد دو مفهوم، میتونه مفهومش بزرگ شدن یاخته باشه، البته به یه شرطی، به شرطی که بر نگرده سر جای خودش، البته به شرط آنکه، به شرط آنکه چی؟ غیر قابل برگشت باشد. بزرگ شدن یاخته، سلول بزرگ شه، البته شرط داره،
افزایش حجمش غیر قابل برگشت باشه. یه بادکنک رو من بادش کنم، این اسمش رشد نیست. چرا؟ برای اینکه دوباره باده خالی میشه، جمع میشه. مثلا یه سلول نگاه کن، غیر قابل برگشت. خب نگاه کن، یه سلول، یک سلول آب واردش بشه، آب بیاد واردش بشه، سلوله بزرگ شه، افزایش حجم در اثر ورود آب، در اثر ورود آب سلول افزایش حجم بده. آقا اینو میتونم بگم رشد؟ نه، این رشد محسوب نمیشه، رشد محسوب نمیشود. چرا؟ چون آبش خالی بشه سلول کوچیک میشه، این رشد محسوب نمیشه. بله، یه معنا دیگه هم داره، بذار نمو و از اینجا پاک کنم، این تخت پاک کنه ما هم رفته. میبینین؟ ها؟ آها، مرسی مرسی مرسی. آها اینو پاک کنم، نگاه کن، کوشش این، اینو بزنم. آها آها، یکیش میشه این سلول افزایش حجم پیدا کنه، آب بیا داخلش، رشد نیست. میشه یه مثال از رشد بزنی که بزرگ شه؟ آره، ببین اگه سلوله داخل سلول، داخل سلول پروتئین، پروتئین ساخته شود، داخل سلول پروتئین ساخته شه. وقتی پروتئین، البته هر پروتئینی نه، پروتئینی که منجر به رشد شود، داخل سلول پروتئین هایی ساخته شوند. اینجا رو درستش کنم، نگاه کن، نگاه کن، داخل سلول پروتئین هایی ساخته شود که نتیجه آن بزرگ شدن، بزرگ شدن یاخته باشد. سلوله بزرگ شه به خاطر اینکه پروتئین توش ساخته شده، در این صورت اسمش رشده. خب یه معنی رشد یعنی که سلول پروتئین بسازه، مثل بچه کوچیکا دیدید رشد میکنن، سلولاشون داره توش پروتئین سازی میکنه، داره سلوله افزایش حجم میده، افزایش حجمی که دیگه کوچیک نمیشه، این اسمش رشده. رشد یه معنای دیگر هم داره دوستان عزیز، یه ذره این بره بالاتر. آها کوشش اینجا، همینجا بگم آقا رشد یه معنای دیگر هم دارد. رشد دو معنا دارد، یک بزرگ شدن یاخته، دو رشد تقسیم سلول، رشده تقسیم یاخته رشد است، تقسیم سلول رشده. وقتی یه سلول تقسیم میشه میتونی بگی اون سلول رشد داره میکنه، وقتی یه سلول داره تقسیمات متوالی انجام میده داریم بافت ایجاد میشه، انگار سلول داره رشد میکند، اسمش رشده. بله، اما نموف چیه؟ نموف میگه یه رشد داشتیم، یه نموف، نموف چیست؟ نموف پیدایش یک اندام جدیده که قبلا سابقه اون رو نداشتی، یعنی عبور از یک مرحله به مرحله دیگر زندگی جاندار است. نمو رو میدونی چی میگه؟ میگه عبور از یک مرحله زندگی به مرحله بعدی است. یعنی چی؟ آقا ما نمیفهمیم. اومده یه مثال زده، میگه یک گیاه گل میدهد، پس یه گیاهی داریم، یک گیاه، یک گیاه
برای بار اول گل میدهد. نمو، میگه یه نموه، برای بار اول گل میده. بچه ها، ما تو گیاهان بعدن میخونیم یک مرحله رویشی داریم، یه مرحله زایشی. به حرف من گوش بدید، به حرف من گوش بدید. یعنی چی این الان؟ برای یه بار گل میده، عبور از یک مرحله به مرحله دیگه. من مفهومشو نمیفهمم. من میگم نگاه کن، گیاه 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 دوره زندگی گیاه، گیاهان معمولا برای گیاهان دو دوره زندگی تعریف میکنن. یه دوره اسمش رویشیه، یه دوره اسمش زایشیه. پس دوره چی؟ دوره رویشی. دوره چی؟ دوره زایشی. دوره رویشی و زایشی. یعنی چی دوره رویشی؟ آقا ریشه، ساقه، برگ، اینا رو میگن اندام رویشی. اندام های رویشی یعنی رشد میکنند. ریشه گیاه در طول زندگیش رشد میکنه، ساقش همینطور، برگش همینطور. وقتی داره ریشه بزرگ میشه رشد میکنه، وقتی داره ساقه رشد میکنه یا برگ، میگن دوره رویشی. اما تشکیل گل، گل اندام زایشیه، چون گل تو تولید مثل شرکت میکنه. بعدن ما میخونیم این دوره زایشی یعنی تشکیل گل. اندام زایشی گله، تو گیاه اندام زایشی گله. چرا؟ چون گل یه ساختاریه که ما بعدن میخونیم در تولید مثل جنسی گیاه شرکت میکنه. پس وقتی میگی یک گلی، یک گیاهی که گل نداشته، وقتی شما داری میگی آقا یک گیاهی گل ندارد، این گیاه گلدار میشود، یعنی این گیاه از دوره رویشی عبور کرده، رفته وارد دوره زایشی شده است. این میشه نمو. اگه دوباره گل داد چی؟ میگه اگه اینجا دوباره گل داد، دوباره گل داد، این دیگه اسمش نمو نیست، این دیگه اسمش نمو نیست، بلکه رشد است. این دیگه نمو نیست، بلکه اسمش چیه؟ بلکه اسمش رشد است. چرا؟ برای اینکه مرحله عوض نشد، مرحله عوض نشد از زندگی جاندار. رویشی بود، یه دفعه گل داد، وارد مرحله زایشی شد، حالا میخواد این بار دیگه گل بده. خب این که زایشی نیست دیگه، این رویشیه. یه جور دیگه بگیم، میشه یه مثال از جانوران آقا بزنی؟ گیاه ما نمیفهمیم، از جانور مثال بزن. آقا یارو سیبیل در میاره، یه کودکی داره دوران بلوغ رو پشت سر میذاره، دوران نوجوانی، تا قبل از این سیبیل نداشته، داره ریشه سیبیل در میاره، این الان اسمش نموه. حالا اگه بعدش بزرگ شد، ریشش رو زد، سیبیلش رو زد، دوباره ریش و سیبیل در آورد، این اسمش نموه. نه دیگه بابا، این دیگه الان اون دوره به اصطلاح نموه رو طی کرده. اوکیه؟ پس یا قشنگتر بگم، مثال علمی تر بزنم، قورباغه. میدونستید که بچه قورباغه عین ماهیه؟ آره، بچه قورباغه عین ماهیه. یعنی چی؟
یعنی آبشوش داره. اوکی؟ وقتی داره بالغ میشه اصطلاحاً میگن دگردیسی انجام میدهد، داره مرحله بلوغ رو پشت سر میذاره، داره دارای شش میشه. درست خصوصیات بچه قورباغه عین ماهیه. وقتی این مرحله بلوغ رو طی میکنه دارای شش میشود. ببینید الان اسمش نموه. خب یک مرحله نابالغ رو انجام داد. یا یه مثال قشنگتر دیگه، این پروانه هایی دیدی تو این خوراکی ها مثل پسته و مثل بادوم و اینایی که چی میگن پسته و بادوم و میگن آجیل قلات، آجیل قلات مثل گندم و جو، اینایی که دانه های خشک تو منزل به عنوان خوراکی استفاده میکنن، برنج مثلا، دیدید گاهی کرم میذاره، درسته؟ این بعد از مدتی این کرمه تبدیل به پروانه میشه. الان این اسمش نموه. این جاندار از مرحله‌ای که به اصطلاح به صورت اصطلاحا میگن شفیره بود، دورش پیله که بسته میشه بهش میگن شفیره، لارو کرمشه، بعد دورش پیله بسته میشه بهش میگن شفیره، یه الان نموه، بعد میشه پروانه. ببین داره میشه پروانه، یه مرحله دیگه از زندگیشه. همه جانداران میگه رشد و نمو دارن. امیدوارم اینو فهمیده باشید. میشه خط کتابو بیاریم؟ پس رشد و نمو اینجا رو نگاه کنید، جانداران رشد و نمو میکنند. رشد دو معنی، الو، بزرگ شدن غیر قابل برگشت، یعنی برگشت ناپذیر، این یک. دو، تعداد یاخته. پس یک به معنای بزرگ شدن برگشت ناپذیر، دو تعداد یاخته هاش هم افزایش پیدا کند. دو معنی نمووم گفتم، به منظور عبور، به معنی عبور از مرحله‌ای به مرحله دیگر است، مثل تشکیل گل که مرحله رویشی به زایشی بود. چهارمیش فرایند جذب و استفاده از انرژی. آقا همه جانداران برای داشتن نظم انرژی نیاز دارند. انرژی به فرم‌های مختلف وارد سلول میشه، تو سلول این انرژی به فرمی در میاد که سلول اون رو میخواد. خب ما میخونیم جلوتر، میشه اون صفحه سفیده رو به ما بدید، یه ذره بره بالاتر. دوستان خواب که نیستن؟ الو خواب که نیستید؟ میگن نه. آها یه شکل بکشم برای شما. این سلول، این سلول، نگاه کنید، نگاه کنید، انرژی به فرم‌های مختلفی وارد سلول میشه. یعنی چی؟ یعنی گلوکوز وارد سلول میشه، هر سلولی، قند، گلوکوز. گلوکوز یه مولکولیه مثل همه مولکول‌های دیگه، بین اتم‌هاش پیوند کووالانسی داره. مثلا من شکل گلوکوز رو بکشم، گلوکوز شکلش اینجوریه، نگاه کنی شکلش رو شما نمیخواد بلد باشید. اینا کربن، 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 اینجا مولکول های کربن داره، اینجا هیدروژن، اوهاش، هاش و اوهاش، هاش و اوهاش، بله، اینا 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 پیوندن، پیوندی که توش انرژیه. این گلوکوزی که وارد سلول میشه، دوستان، دوستان، این پیونداش باید شکسته شه. خب انرژی شیمیاییش باید به یک فرمی در بیاد که سلول اون انرژی رو میشناسه. من وقتی وارد یه مملکتی میشم، هرچی پول دارم باید به شکلی در بیارم این پول رو که پول رایج اون مملکت باشه. میرم مثلا پولمو دلار میکنم، یورو میکنم، بر حسب اینکه میخوام کدوم کشور برم، میگم این پول که یه ارزشی داره تبدیلش میکنم به یک فرم دیگری که اونم سرمایه است، اونم انرژی داره. سلولم همینطور،
انرژی که واردش میشه، حالا میتونه از گلوکوز باشه، میتونه از چربی باشه، وارد سلول میشه، پیوند بین اتمهاش شکسته میشود، بین اتمهاش شکسته میشه و انرژیش سبب تولید مولکولی میشود به نام ATP. این ATP به درد نظم سلول میخوره، این میره باعث نظم یا برنامه ریزی سلول میشود، همون سنتز پروتئین و اینا. اگه گفتید به این چی میگن، این انرژی گلوکوز و چربی تو سلول بشه ATP، اسمشو برای من بنویسید. بدوید 30 ثانیه. ببینم ای به قند، نه 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 بهش چی میگن، نه 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 تنفس چی نیکا مهرازین، نه بهش میگن تنفس سلولی، تنفس یاخته ای، تنفس یاخته ای. تو سلول ها انرژی که قندی که ما میخوریم، چربی که ما میخوریم، براتون میگم مفصل میگم، میره تو سلول، یک چی بهش میگن، یه صرافی هست که این انرژی رو اکسچنج میکنه، درسته؟ چنجش میکنه، به چی تبدیلش میکنه؟ به اون پولی که سلول، به اون انرژی که سلول میشناستش. اسم اون صرافیه میتوکندریه، بعدن میخونیم. این انرژی باید به شکل ATP در بیاد، به این فرایندی که این انرژی تبدیل میکنه به ATP که بعدن مفصل راجبش میخونیم، میگن تنفس یاخته ای. همه سلول ها به این نیاز دارن. میشه لطف کنید کتاب درسی رو بیاریم. فرایند جذب و استفاده از انرژی. جانداران انرژی میگیرن از آن، برای انجام فعالیت های زیستی خود استفاده می کنند و بخشی از آن را به صورت گرما از دست می دهند. میگه فکر نکن بازده 100%. اون شکل رو بیاریم، همون کاغذ سفیده، همین که الان می نوشتیم. آها میگه، آها فکر نکن همه انرژی این میشه ATP، بلکه برخی از این انرژی سبب چی میشود؟ گرما. دیدید؟ میگه برخی از مثلا هورمون ها تو بدن متابولیسم رو میبرن بالا. افرادی که مثلا پرکاری تیروئید دارن، هم لاغرن چون متابولیسمشون بالاست، هم چی هن؟ گر گرفتن. میگن آقا ما مردیم گرما، حتی زمستون هم با یه لا پیرن میرن. اینا برای اینکه سطح تولید ATP انرژیشون زیاده، بخشی از این انرژی هم میشه گرما. بریم رو کتاب درسی. خب مثلا گنجش غذا میخورد و انرژی آن را برای گرم کردن بدن و همچنین انرژی برای پرواز کردن استفاده میشه. دیدید افرادی که روزه میگیرن معمولا دم افطار که میشه بدنشون یخ کرده، خب میگه چقدر دستت سرده، خب مثلا 14 ساعت غذا نخورده. همچی که غذا میخوره بعد از افطار میگه آها اصلا گر گرفتم، خب هم بدن داغ میشه میره بالا چون سوخت و ساز زیاد شده، هم طرف خودش احساس میکنه نکنه تب کردم چون قبلش غذا گیرش نیومده نخورده، این یعنی سوخت و سازش حداقل بوده، حالا که خورده سوخت و ساز رفته بالا. همه جانداران برای نظم انرژی نیاز دارند. پنجمین ویژگی، همه جانداران به محیطشون، به محرک‌های محیطی پاسخ می‌دهند. اگه جانداره، بله،
دکتر برای اینکه بفهمه طرف زنده است یا مرده دیدید یه دونه چراغ قوه میندازه تو مردمک. خب اگر اون ماهیچه های مردمک چشم، یعنی ماهیچه های عنبیه بعدن میخونید، جمع شد یا باز شد میفهمه زنده است، داره به محرک پاسخ میده. اگه ببینه هیچ عکس العملی نشون نمیده اون قسمت، میگه متاسفانه فرد از بین رفته. پس همه جانداران نسبت به محرک پاسخ میدن. یه مثالی زده، مثالشو بعدن میخونید. یه گیاه نور که بهش بخوره خم میشه به سمت نور. این پدیده رو بهش میگن نورگرایی. یادتون باشه این ساقه گیاه به سمت نور خم میشود. اینها این ساقه است. اینجا مثلا اگه نور خورشید باشه به گیاه بخوره، گیاه خم میشه به سمت نور، درسته؟ به این پدیده میگن نور گرایی. بعدن تو یازدهم راجبش خیلی میخونید که هورمون‌های گیاهی باعث این امر میشوند. ششمین ویژگی چی گفته؟ تولید مثل دارند. آقا بعدن راجب تولید مثل جانداران میخونیم. جانداران به طور کلی دو نوع تولید مثل دارند. یه نوع تولید مثل، تولید مثل اصطلاحاً جنسیه، یه نوع تولید مثل، تولید مثل غیر جنسی است. ما راجبه تولید مثل جانداران هم بعداً با هم باید خیلی بخونیم که تولید مثل جنسی چیه، غیر جنسی چیه. ویژگی هفتم چیست؟ سازش با محیط. میگه همه جانداران یه ویژگی هایی دارند که باعث سازششون با محیط شده. اگه نداشتن که نبودند. دقت کنید، وقتی یه جانداری با محیطش سازش نداره از بین میره. پس جاندارانی که وجود دارند لابد یک ویژگی هایی دارند که باعث شده با محیطشون سازگار باشند و باقی بمانند. این رو بهش میگن سازش با محیط. بریم یه ذره بالاتر. خب بره. آفرین. من اینجا رو اگه اجازه بدید یه علامت بزنم. درس تا اینجا. چون این شکل رو باید درس بدم. راجع به این شکل باید حرف بزنم. اوکی. آقا صفحه سفیده رو بگید، من اول مشق اینا رو بگم، بعد سوالا اینا رو جواب بدم. برای جلسه آینده مشق شب، دوستان عزیز یه لطفی کنید. مگه نمیخواین قبول شید؟ مگه نمیخواین پزشکی قبول شید؟ پس گوش بدید به حرف من. حالا رتبه خوب بیارید. خب مطمئنم میارید چون کلاستون خیلی عالیه. خوشم اومد ازتون. عالی خوشم اومد. دمتون گرم. آقا میخوام این کارو کنید. فصل یک دهم رو کامل بخوانید. فقط فصل یک دهم رو قشنگ بخونید. برا خودتون خلاصه کنید. خلاصه یعنی آنچه که فهمیدید رو نمودار بکشید، شکل بکشید، دستبندی کنید به سلیقه خودتون. خب ببین، ما زمانی وارد تست میشیم که حداقل دو فصل خونده باشیم، چون این تستا رو هی ترکیب میکنن بتونیم از اوتش بر بیاییم. الان تا میریم شروع میکنیم تست زدن، به جای اینکه از فصل یک سوال داده باشه نوشته یک به اضافه یه فصل مثلا پنج یازدهم. خب آقا این چه تستیه؟ من اصلا نمیفهمم. این تو با فصل یک بدی که من به شما میدم. من تستی رو میدم که فقط مخصوص فصل یک دهمه. بعد فصل دو رو خوندیم، تستی رو میدم که مخصوص فصل یک و دو دهمه. رسیدیم به فصل هفت، تستایی رو میدم که مربوط به فصل یک تا هفت دهمه. نه اینکه الان تستی رو بدم که مربوط به فصل شیش دهم باشه. خب طبیعیه که فایده نداره دیگه. پس شما الان این هفته متمرکز شید فقط به خوندن فصل یک دهم. همین. اوکی. حالا یه چند تا سوال داشتن که من گفتم آخر سر جواب میدم. اگه لطف کنید اونو برای من بندازید. خب
اینا نبود. رفتیم یکی از بچه ها سوال کرده بود که من گفتم نه نه قبل از اینا بود فکر کنم. مثلا اینجا آیلا گفته استاد قلب از بافت ماهیچه‌ای تشکیل شده، چی؟ سلول های بافت ماهیچه‌ای با هم متفاوت هستند. بله خانم آیلا، ما میخونیم که قلب یه اندامه، بافت های مختلفی داره. همون بافت ماهیچه‌ای قلبی هم که آیلا خانم میگی همونم بعضی هاشون تک هسته‌ای هست، بعضی هاشون دو هسته‌ای هست، یعنی با هم یک کوچولو تفاوت هایی هم دارن که حالا بعدن بیشتر. یا همون بافت میوکارد، بعضی هاش مال دوران جنینی هن، خصوصیات دوران جنینی رو دارن، بعضی ها مثلا تغییراتی کردن. بعد گفته کی؟ گفتی چی؟ یا دیگه سوال قبلش که مو داشته بعد سیبیل هم رشد؟ نه ببین، عبور از یک مرحله ای از زندگی جاندار این مهمه، اگه نه نه اون که دگردیسی نوع نموه. بله آرمینا، بله بله رکسانا قشنگ میگه، میگه وقتی اولین تجربه این قسمت باشه میشه چی؟ مثل نمو میشود. بله بسیار عالیست. ملیکا گفته به اولین باری که گیاه برگ در میاره هم میتونیم بگیم نمو، 100% تمایز پیدا کرده، اندام جدیدی ایجاد کرده، 100% ملیکا. اوکی یک 30 ثانیه یک دقیقه بهشون وقت بدم، هر چی سوال جدید هست از یه جایی به بعد که بدونیم از کجا داره سوال میدن، از کجا بگیم؟ از اینجا بگیم. آریان میگه یعنی استخوان ماده زمینه ایش جامده. بله آریان، بله بله راجب بافت استخوانی تو 11 قشنگ میخونیم. استاد میشه درباره تنفس یاخته ای رو مختصران که چه اقداماتی انجام میشه؟ آیه بهنام فصل 5-12 راجب تنفس یاخته ایه. من فقط اینطوری میتونم بهت بگم گلوکوزی که وارد سلول میشه شکسته میشه، انرژیش آزاد میشه، میره توی یه مولکولی که اسم اون مولکوله هست آتپه. این که این گلوکوز انرژیش در میاد بیرون، شکسته میشه، انرژیش میره توی یه مولکولی به اسم ATP، اسم این فراینده هست تنفس یاخته‌ای. من باید به اندازه یک فصل، فصل 5-12 راجبش حرف بزنم که ایشالله به موقعش میخونید و منم راجبش صحبت خواهم کرد. بعد یا خود اتم یا چیز دیگه، پیوند هدیه، جدا شدن اتم ها، پیوند بین اتم ها باعث آزاد شدن انرژی می شود. بله میگه که پروتئین های سراسری قشای سلول های جانوری به مایه بین سلولی راه دارند. پروتئینه که در مجاورت مایه بین سلولیه، ما میخونیم. لطفاً یه خواهشی دارم، سوالاتتون راجع به درسی باشه که دادم، جلوتر نه. خب و بعد چی میگه؟ دفع گلوکوز همیشه نشانه بیماریه. اهورا میگه آیا دفع گلوکوز همیشه نشانه بیماریه؟ بله دفع گلوکوز همیشه نشانه بیماریست. یا میتونه نه همیستایی باشه، نه نه نه، همیشه گلوکوز، برای اینکه گلوکوز اگه بخواد ذخیره شه میره گلیکوژن میده، دفع گلوکوز همیشه نشانه بیماری است. نمو میدونیم که یک بار بعد رشد میشود، معمولا رشد و نمو با همه، معمولا. بله آیا امکان داره جانداری چند تا نمو داشته باشه؟ خیر، مگر مثلا تو برخی از گیاهان، مثلا هر چه میدونم 10 سال به 10 سال گل میده، خب و اینو بهش میگن آها انگار یه نمو دیگری داشت، اما در حد کتاب شما نه. خب یه سوال، من دانش آموز پایه 11 و چون یکم تو 10 اشکال دارم تو این کلاس، الان من تست نزنم خانم الهه، من جای شما باشم یه به مدت یه 2-3 هفته تحمل میکنم، بعد از 2 هفته حتما شروع کن.
خب هیچ یه هفته یا دو هفته اصلا شما رو عقب نمیندازه. بذار یه ذره یه اصولی بیاد تو ذهنت، بعد شروع کن به تست زدن، عالی خواهد شد. مگه ما رشد نمی کنیم؟ قدمون دوباره کوتاه میشه. این داستانش آرمینا یه چیز دیگه است که حالا چرا قدمون کوتاه میشه، این نه به خاطر اینکه استخوان هامون مثلا کوتاه میشه، این به خاطر تحلیلیه که بافت استخوانی میره، یا به خاطر خمیدگی استخوان ها و تحلیل ماهیچه هاست. اون جریان پیری اصلا یه داستان دیگری داره. فرق دگردیسی با نمو چیست؟ دگردیسی نوعی نموه، نمو در سطح یک اندام تعریف میشه، دگردیسی رو شما در سطح یک جاندار میتونی تعریف کنی. آی ناز، یه سری چیزای جدید بود، میشه بیشتر اینا رو توضیح بدید؟ رکسانا خانوم، اینا در واقع سرفصلی بود که من بهتون گفتم. عملا من هیچ کدوم از اینا رو هنوز درس ندادم، در ادامه قرار اینا رو درس بدیم، یعنی توی زیستشناسی دبیرستان اینا رو قرار همه رو بخونید، اوکی؟ و بین سلول ها یه مایه باشه، چجوری میشه بین سلول ها یه مایه باشه؟ نمیدونم منظور چیه، یعنی آها فکر کن سلول ها رو ریختی توی یک حوض آبی، خب بین یه سلول ها مایه است، مثل خون که حالا خواهید خوند. بسیار عالی. حالا یه کاری میکنیم، نگاه کنید، یک کانال بزنیم. میگن که آقا یک کانالی رو تعریف میکنیم، یک کانال یا یک گروه بزنیم که اینا هم بتونن پیغام بدن، گروه بهتره. یک گروهی رو به نام خود شما، بچه های تاملن زیست دهم، بچه های 1401 دهمی ها، خب اسم میذاریم و یه گروهی رو تشکیل میدیم. شما سوالاتتون رو توی اون انجام بدید، بپرسید، ایشالله سر فرصت هر کدومش رو جواب بدیم. اینم یکی از کارهاییه که انجام میدیم، فکر کنم خیلی خوب خواهد بود. ممنون از شما، مرسی. برای جلسه دیگه میخوام سرحال قبراق بیاین که ادامه درس رو بدیم، بریم جلو. متشکر از شما، بدرود. مواظب خودتون باشید، خطرناک بیماری، هیچ جا نرید، فقط درس بخونید. خداحافظ. تاملند، مدرسه‌ای برای همه.